باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز. جناب استاد اسدالله ساتی با ما هستند، استاد در لیسه مسلکی نابینایان. قبل از اینکه به بحثمان بپردازیم و در مورد روز جهانی نابینایان صحبت بکنیم، جناب استاد را خوش آمدیم. استاد گرامی، وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدید به برنامه عصر هلال. سلامت باشین، خوش باشین. و از اینکه در برنامه عصر هلال اشتراک میکنم، بسیار برای ما جای خوشی است. خیلی سپاس استاد که شما حاضر شدید به برنامه عصر هلال. میشنویم از شما در مورد نابینایان در کالی که نابینایان چه وضع و حال دارند در کشور ما افغانستان و اینکه روز جهانی روز عصای سفید هست. بسم الله، الحمدلله و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله و اصحابه و من ولا و بعد. بینندگان عزیز، نابینایان یکی از اقشار مظلوم و محروم است در هر جامعه، مخصوصا در جامعه افغانی. و جای خوشی است که تلویزیون هلال در وقت ما را دعوت کرده که فردا 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید است. البته عصای سفید یک سمبول است برای نابینایان. نابینایی یک پدیده طبیعی است که در هر کشور، در هر جامعه موجود است، مخصوصا جامعه که ما در زندگی میکنیم، افغانستان، که بر علاوه نابینایانی که از اثر مشکلات طبیعی نابینا شدن، یک تعداد نابینایان زیاد دیگه هم داریم که به اثر حوادث جنگی نابینا شدن. و نابینایان خودش یک جهان خاص خود داره، مشکلات خاص خود دارن، مشکلات و محدودیت هایی که دو است دیگه. اینال شما از هر عرصه از این بخش که سوال میکنین، من میشه گپ بزنم. اگر من را شما تنها بگذارین که صحبت بکنم، بله بله، شاید کل برنامه تانم کفایت شنه. جناب استاد، میایم از این صحبت میکنیم که با در نظر داشته این اوضاعی که در کشور ما، اوضاع جوری کشور و روز جهانی یا هم روز عصای سفید که فرا میرسه، نابینایان در کل در این سال از چه وضع حال برخوردار هستند؟ با اینکه شما هم استاد هستید در لیسه مسلکی نابینایان، بیشتر آگاه هستید از احوالشان که همچنان خودتان هم. نابینایان که در افغانستان زندگی میکنن، با جز یک تعداد محدودشان، کم، یک تعداد کمشان که اونا از یک زندگی نسبی خوب برخوردار هستند که در شهرها زندگی میکنن، اکثریت افراد نابینا یا افراد دارای معلولیت بینایی در قرا و قصبات که زندگی میکنن، مشکلاتشان به حد زیاد است. یعنی شما قیاس کنین وقتی مشکلات یک فرد بینا در قرا و قصبات ما در حالت جنگ و ناامنی چقدر زیاد است. شما یک فرد را که او محدودیت داره و مشکل نابینایی داره، نمیتونه که هر طرف بره و کار کنه و برای خود عاید و مثلا روزمزد پیدا کنه، مشکل از او چقدر زیاد باشه. تحصیل برای افراد بینا موجود نیست، چه خاصا که افراد نابینا. اما در شهرها تا حدود مثلا در افغانستان، در کابل، در شهر کابل، ننگرهار، هرات، مزار شریف و بعضی از شهرهای دیگر، مثلا غزنی، مکتبای نابینایان به شکل بسیار محدودش، البته در هر شهر یک مکتب وجود داره. که یک تعداد بسیار قلیل از تعداد قلیل نابینایان در اونجا درس میخوانند. البته تمام نابینایان همه ولایت هم نیستن، یک تعداد محدودش هست، یعنی اندک. به هیچ صورت ما تو برتون بگیم که از 100% نابینایان، فعلا 5%ش هم شامل از این مکتبا و امکانات نیست. به اون خاطر من میگم که نابینایان افغانستان با مشکلات بسیار زیاد دست و گریبان هستند. و ما از طریق شما، از تمام مراجع دولتی و مؤسسات و کسانی که دستندرکار کارهای اجتماعی هستند، بله بله، همین را میخواییم که بر علاوه از اینکه نابینایان از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی مشکلات دارند، یک مشکل بزرگی که ما نابینایان داریم البته ایست که عدم آگاهی جامعه در مورد نابینایان است. در این آگاهی بخشی باید کوشش بکنن. و ما تشکر میکنم از او ارگان ها و مراجعی که فردا یا و همچنان امروز روز عصای سفید اونا تجلیل کردن، از او تجلیل به عمل آوردن که او سبب آگاهی بخشی بر جامعه میشه. حالا جناب استاد، پس در ولایاتی که امکانات وجود نداره، مثل ولایت ولچان، ولایت که شما کردین محدود، شاید ولایت لوگر شاید نباشه، نیست که آیا از چی حالت برخوردار هستن یا هم چی وضع دارن نابینایان وقتی که روز عصای سفید هم فرا میرسه؟ حتما دولت هم نکات رو مد نظر می داشته باشه برش.
یگانه چیزی که نابینایان افغانستان از او برخوردار هستند اوی است که اگر شما متوجه شده باشین کس که نابینا باشه و مردم قاریس و حافظ صاحب میگن بله بله. او علتش ایست که از گذشته ها همی معمول بوده که چون نابینا بر شکارها دیگه میسر نبوده او را معذف کردن کسر برزی که تلاوت درس بده برش قرآن درس بده و حافظ قرآن شود و یه چیز است که حتی در قرآن قصبات ما هم تا حدود الحمدلله موجود است و این یک تاج افتخار است این یک فضیلت است نه تنها برای بینا بلکه برای نابینا خصوصا نابینا را که مردم اکثرا قاری صاحب میگن و احترام میکنن در حالی که اطور نیست که هر کس که نابینا باشه و حافظ قرآن میباشه بنابراین یک چیزی که شرایط میتونن حتی بعض مؤسسات خیریه بعض تجارها شرایط مساعد کنن که برای نابینایان حداقل که هیچ کار نمیتونن مدارس بسازن برای حفظشون شرایط فراهم کنن که اونا حفظ کنن چرا حال اکثر مدارسی که اوج بیناهاست نابینا که میره بسیار با مشکل مواجه میشه اگر شرایط برشون فراهم کنن یا می خدمت است در غیر از او در شهرها و در جایی که امکان داره دست به تأسیس مکاتب مخصوص افراد دارای معلولیت نابینایی است بزنن بسیار زیاد برای نابینایان خدمت بزرگ است حالا جناب استاد چه خوب است که از لیسه مسلکی نابینایان هم صحبت کنین و امکاناتی که در این مکتب وجود داره لیسه مسلکی امکاناتی که هم نیست نیاز هست بله لیسه مسلکی نابینایان در کابل در دارالامان موقعیت داره در اول لیسه نابینایان از صنف اول تا صنف دوازده درس میخوانند یک بخش تعلیمات عمومی داره که در اون بخش لیسه میخوانند یعنی دروس لیسه خوانده میشه و بخش دیگهش که تعلیمات اسلامی و حفظ قرآن کریم است هم علوم اسلامی خوانده میشه و هم حفظ قرآن کریم میشه مثل مکاتب دیگه که ما در معارف یا در بعض نقاط داریم که هم از علوم عصری برخوردار میشن و هم حفظ قرآن کریم میکنن باز بعد از که اینا از این مکتب فارغ میشن با پوهنتون هم راه پیدا کرده میتونن یک مثل عموم افراد میتونن کنکور امتحان بدن جناب استاد یک کنکور اختصاصی دارن به خاطر که از اونها محدودیت وجود داره به خط بریل نوشته میکنن از خط بریل استفاده میکنن کنکور اختصاصی دارن باز در پوهنتون راه پیدا میکنن اگرچه در پوهنتون کدام تسهیلات خاص برای نابینایان نیست ولی با مهمت عالی خود که دارن اقتداد از نابینایان ما الحمدلله در پوهنتون ها رفتن عطا فارغ هم شدن و صاحب کار هم هستن بله و در مورد ازی که جناب استاد گفتید بعد ازی که دوره ثانوی رو تمام میکنن میتونن به پوهنتون ها راه یابن یعنی در کل پوهنتون هم صنف اختصاصی برشان ساخته شده مثل مکتب لیسه نابینایان نه متاسفانه به غیر از لیسه هم عمومی میتونن که در پوهنتون کابل هم پوهنتون تعلیم و تربیه و هم دیگر پوهنتون ها در تاسیس افغانستان در پوهنتون های مختلفی که در افغانستان وجود داره هم از پوهنتون های خصوصی و دولتی اونا میرن درس میخوانن بدون هیچ نوع امتیاز و برخورداری از هیچ نوع تسهیلاتی که بر نابینایان باید باشه در پهلوی همو هموطنان بینای خود میشینن همونجا درس خود میخوانن با استفاده از دستگاه های ضبط صوت و استفاده از خط بریل و بعضی چیزهایی که استفاده میکنن مثل خط بریل یا MP3 مثلا از این طور چیزها استفاده میکنن حالا خامی تکنولوژی خدمت بزرگ کرده ایست که نابینان حتی میتونن در مکتب ما کمپیوتر هم بیاموزن اونا با استفاده از کمپیوتر هم که کار خود پیش میبرن چیزهای پیدا شده که واقعا بر نابینا بسیار خدمت شده سهولت های ایجاد شده مثل ساعت نابینایی فعلا ما داریم ما دستگاه ضبط صوت بسیار خوب داریم کمپیوترهایی داریم که خود کمپیوتر تاکینگ است یعنی حالا خود نابینان خریداری میکنن جناب استاد یا هم دولت کمک میکنه بر لیسه مسلکی نابینان یا هم چطور استاد امکانات فراهم میشه لیسه مسلکی نابینان چون یک لیسه دولتی است تمام امکاناتی که در این لیسه موجود است کلش دولتی است حتی ترانسپورت داره حالا فراهم کرده دولت این مسائل بله بله دولت فراهم کرده هم ترانسپورت داره هم تعمیر داره هم استاد داره هم غذا برای شاگردا داره و این تسهیلات است و هم وسایل درسی کاملا تا حدود زیاده یعنی فراهم است که میتونن تحصیلات خود پیش برن اما وقتی که از مکتب فارغ میشن با پوهنتون میرن تمام جهودشان جهود شخصی است هیچ نوع کمک از هیچ مؤسسه و هیچ دولت هیچ کس برشان صورت نمیگیره بله خیلی سپاس جناب استاد در پایان هم میخوایم پیامتان را داشته باشیم خصوصا به مناسبت روز جهانی عصای سفید پیام مد اخیر امی است از خانواده ها و والدینی که اولاد که دارای معلولیت نابینایی است دارن اونا خواهش میکنم که
اطفال خود چی پسر باشه چی دختر در خانه نگذارن، آیندهشان تاریک میشه، کوشش کنن که به یک شکل از اشکال بلد. اگر به مکاتب نابینایی نزدیک هستن کوشش کنن که را به او مکاتب شامل کنن، و اگر نیستن کوشش کنن که حفظ قرآن کنن بالایشان، یک کار کنن که اونا در عاطل و باطل زندگی نکنن. و از جامعه دوستایی که میبینن ما را خواهش میکنیم که کوشش کنن آگاهی خود را در مورد نابینایان زیاد بکنن و ای گپا بفهمن که اگر برای نابینایان شرایط فراهم شود بله بله با استعداد هستند و میتونن که در سطوح بسیار بالای جامعه مصدر خدمت به جامعه شوند. حالا جناب استاد یک سوال در ذهنم گشت، میخوام اینو پرسان بکنم، برای زو هم میان برنامه میگیریم. این که نسبت به نابینایان خانواده هایشان ناامید هست، به خانواده های اینها چه پیام دارین جناب استاد؟ به خانواده های زنا می پیامی که قبلا هم گفتم، باید بفهمن که نابینا فقط چشمش نابیناست، یعنی مشکل معلولیت بینایی داره اما مغزش، هوشش، حواسش، همه چیزش کار میکنه. اگر برای نابینا شرایط فراهم شوه میتونه که در بالاترین سطوح اجتماعی خدمت کنه، کار کنه، تحصیل کنه. امی لحظه ما که شما مرا میبینین، برای لحظه که در مکتب نابینایان استاد هستم و زندگی عادی و بسیار خوب دارم الحمدلله. در رادیو صدای اصلاح هم کار میکنم، با جمعیت اصلاح هم هستم، یعنی در اجتماع خود کاملا مانند یک بینا الحمدلله زندگی میکنم و هیچ نوع محرومیت هم احساس نمیکنم. تمامش به خاطر ایست که من تحصیل کردم، اگر تحصیل نمیکردم شاید مشکل بسیار زیاد بود. بله، جهود و تلاشایتان الله متعال بپذیره و سپاس از حضورتان جناب استاد به برنامه. از شما هم تشکر. خیلی سپاس. میان برنامه کوتاه داریم، بینندگان عزیز در ادامه برنامه عصر هلال همراهمان باشید.